با نام و یاد خدا بیننده های ارجمند آریانا صبحتان بخیر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بار دیگر من خوشحال آصفی با برنامه خوشحال با چهره ها در خدمت شما عزیزا هستم با سلسله معرفی چهره های خوب کشور عزیز ما افغانستان که صاحب تحصیلات عالی هستند و همچنان تجارب کاری وافری در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داره این بار هم یکی از چهره ها را دعوت کردیم که تا حد زیاد شما با صدا و سیما و کارهای علمیشان در حوزه اکادمیک معرفت و آشنایی کامل دارین گاه, گاه در برنامه‌های سیاسی هم از های علمی و سیاسیشان ما مردم افغانستان استفاده می‌کنیم و بهره می‌بریم مهمان ما جوز جز دکتر اکرم عارفی استاد پهنتون نویسنده و پژوهشگر جناب استاد بسیار خوش آمدین این صبحتان بخیر خوش باشی ممنونم تشکر دکتر اکرم عارفی که هست در کجا تولد شده است اول تا شش شش الا بعد صحبت های دیگر بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت شما و همه مردم ما در سال 1346 در ولسوالی جاوری در اطراف سنگ ماشه در اونجا متولد شدیم غزنی در غزنی ها ولایت بعد دوران سال 46 دیگه دوران اواخر ظاهر بود و مکتب را از ساله سالهای هفت سالگی اینا شروع کردن در امو یک مکتب ابتدایی سینفی سی بود در منطقه خود ما امه. در اونجا مکتب شروع کردیم تا سینف پنج درس خواندم بعد از انقلاب پیش آمد و بعد از اون دیگه سرگردان و یک چند مدت باز مهاجر و جای دیگر <تصفح> تا زیر پنی که من درس خواندم دیگه به کلی مکتبات چون رخصت شد و تعطیل شد و همه از هم پاشید من به مدرسه دینی رفتم بعد از پنج آه بر از که دیگه هیچ روزنه برای ادامه تحصیل وجود نداشت چون مدارس دینی مدارس دینی البته در کل افغانستان رونق خاصی داشت باز دورانی که مکاتیب نبود توجه مردم بیشتر به اون مدارس <تصفح> صورت <تصفح> میگرفت پدرم مرا برد در اونجا و من با اشتیاق در سال شروع کردیم منتها وضعیت درس و مدارس یک مقدار خیلی خوب نبود خوب نبود این پایین بود و بعد امکانات و مسائل دیگه شان باز پدرم مرا برد در پاکستان دیگه ما با کلی از او مسیر مکتب دولتی یا مکتب جدید تغییر جهت دادم رفتم به مدرسه دینی چند سال در اونجا بودیم بعد از اونجا باز زمینه پیش رفتم به ایران در ایران رفتم باز دوباره اونجا هم درس های مکتب هم و مدرسه دینی رو پیش بردیم هم مدرسه چی مکتب دولتی و اینا رو دیگه تحصیلات را کلا به ایران ادامه دادم و بعد از اون باز لیسانس گرفتین بله باز اونجا چند ساله بود لیسانس گرفتیم باز مت مراتب لیسانس کدام را... رشته استاد لیسانس ما در رشته علوم سیاسی گرفته. و کل تحصیلات ما در یک رشته است و ماستریتان ماستری هم در علوم سیاسی گرفتم باز دکتری در علوم سیاسی گرفتم از کدام دانشگاه استاد ما لیسانس و ماستری را از دانشگاه باقر در شهر قوم ایران گرفتم بلی. بعد از اینکه درس ها تمام شد باز رفتم دانشگاه تهران دوره دکتری را در دانشگاه تهران خواندم رجوع ش... کردن شما و یا آمدن شما به این رشته به اساس عشق و استعداد ذاتی و فطری شما بوده یا نه شرایط آمد استاد که باید تا دکترا پیش برین و علوم سیاسی خود من علاقه من به ادامه تحصیل بودم من تا واقعیتش اینه که انتخاب خود رشته اول خیلی در اختیار خود من نبود به اختیار کی بود یعنی من در اون جایی که مراجعه کردم دم یک پانتون خصوصی نو تاسیس بود بیرا. اول به نام مرکز آموزش عالی یا مؤسسه تسلط عالی بود در ایران یک اطلاعیه دادن که محصل میپذیره با این شرایط و شرایط شما دارا بودیم رفتیم او با یک رشته شروع کرده بودم اون پانتون خصوصی فقط رشته علوم سیاسی بود منم رفتم رشته علوم سیاسی حتی یادی من میایه که یک سال اول متوجه شدم که مسیر خوبی را نرفته مسیر اشتباهی رفته ماره کم کم با دوستان خودم میگفتم که کاش اگر رشته دیگه می بود که من به رشته یک سال بعد آه در طول کم کم من دیگر مجال انصراف برای من باقی نبود من تا کم کم باز متوجه شدم که نه خیلی مسیر اشتباه نبوده رشته بعدی هم نبوده برای که اون زمان من در مدرسه دینیم درس می‌خوندم خیلی علاقه من بودم یک رشته ای که نزدیک باشد به رشته علوم اسلامی و دینی و الهیات از این جهت سعی میکردم که یک رشته همسو باشد ولی کم کم به با پسان باز برای من روشن شده یعنی قانع شدم حداقل راضی شدم که رشته رشته مناسبه برای که کلش در حوزه علوم انسانی و بشری است و بعد خوب است که اون رشته های جدید و اون تعلیمات جدید میتونه خیلی روی دیدگاه ما تغییر نگری شما در حوزه دکتر استعداد تحلیلی بساره. دارین یا استعداد سنجشی یعنی وقتی در مکتب بودین در ریاضیات بسیار لایق بودین یا نه در مثلا بیشتر ساینسی و استعداد بشتماعی... ما تحلیلیه خب آره اینا مسائل دیگه کمتره مم. علاقه هم داره می و به صورت طبیع و مرکمی اولین وظیفه زندگیتان اولین ماشتان کجا بود چقدر بود اولین وظیفه که به دست آوردین مزدی که بیشترین دوران زندگی را در دوران مهاجرت ایران سپری کردم در ایران زمینه کارهای ثابت برای افغانی ها فراهم نبود با خصوصا ما ای که در دوران تحصیل هم بودیم یعنی ما زمان زیران آمدم که کلی دوران تحصیل ما تکمیل شد منتها در اونجا یک سر از زمینه های کارهای قراردادی وجود داشت برای کسانی که تحصیل میکردن در حوزه تحقیقات و پژوهش منم اولین کاری که برای مدر باشد ازمی حوزه تحقیقات پژوهشی شروع کردم یک مرکز مطالعه، یک مرکز تحقیقاتی در اونجا بود در شهر قم اونجا رفتیم برای یک مدتی شاید یک اولین دست یک سال... پس از من گرفتیم اولین یک سال اونجا بودیم آه. بعد از اون باز یه تو کاری ثابتی چیز نبود یعنی پروژه میگرفتیم یک مرکزی تحقیقات اندیشه سیاسی بود خواه. ما یک جمعی که در مو پونتونی باخرلوم درس میخواندیم بیشتر دوستان ما در اون مرکز مشغول بود امه. یعنی اصلا تیمی که در اون مرکز بخش تانکات نشی سیاسی انداخته بودن کلا دوستان ما بودن امه. بعد منتواب چون ایرانی بودن به صورت رسمی کارمند بود استخدام شده بود کارهای داریم انجام میداد این فرصت برای ما فراهم نبود ولی به صورت پروژه‌ای با اونا ما کار میکردیم میرفتیم یک موضوع میگرفتیم چند ما روش کار میکردیم من. باز بر تحویل از او طریق راهی درآمدی ما بود و به تعبیر خودش ما اولین معاشات را از او طریق چند اثر علمی تحقیقی استاد که مربوط و شما باشه مال خودتان باشه دارین شما تا ما در ایران خب گفتیم که بخشی از کارهای ما تحقیقات پژوهش بودم به خاطری که فضای تحقیقات مساعد بود هم برای زی یک اگر رای معیشت بود تامین زندگی بود در کنار ادامه تحصیل ما مصارف زندگی و پسان باز مسئله فیسای پانتون پا بود از او طریق پیدا می در مجموع در او زمینه در کتاب ما شش هفت تا کتاب و تانیسم زمانا رو رو چاپ در او زمان ها کنیم بله در مختلف که بیشتر در حوزه اندیشه سیاسی و بعضایش خوب اندیشه اندیشه نیست بخش های علوم سیاسی به اون آم از کتاب استفاده هم میشه کتاب دو تایشی تا حدود زیادی ما میتونم بگویم یکیش در قسمت جنبش اسلامی در پاکستان بود باز یک از یک از درسه ها در دوره لیسانس درس جنبش اسلامی معاصر است ام. در اونجا بودن وقتی که می آمدن جنوب آسیا یا بخش پاکستان شب قاره را معمولا مطالعه میکردن جنبش اسلامی اما نوشته ای ما به عنوان یک از منابع بود مورد توجه قرار می گرفتن با ها متوجه شدم که اساتید مضمون جنبش های اسلامی اونها می... کتاب را به یک منبع برای مطالعه معرفی میکردن بله. یک کتاب دیگر که ما آخرین اثرم بود آمدم در افغانستان چاپ کردم به نام توسعه سیاسی در افغانستان سیاسی خانه بله این کتاب هم شنیدم مورد توجه دانشجویان بله. بله. محافل و بعد از توسعه سیاسی دیگه کتاب نوشتین نه دیگه نتونستم موفق نبودم مصروف کارها و تدریس اینا آره بیشتر تدریس و کارهای روزانه اداری و وقتی دو دوباره برگشتین به افغانستان جناب دکتر صاحب اولین وظیفه تدریس بود ما در اینجا که برگشتم در سال 1987 بود امه. در سال 87 اولین کار ما تدریس نبود البته با هدف تدریس آمده بودم منتها از چه کار کردین فرای چی نبود ما این بار در چی آمدیم؟ ام؟ در وزارت چی تعلیم و تربیه بگم معارف وزارت معارف, معارف. در وزارت معارف آمدیم در بخش نصاب تعلیمی من. در ریاست معارف ریاست معارف شهر ساختمان اینجا اینجا بودن اون زمان وزیر معارف آقای اتمر بود اتمر امه. یک سر بازنگری هایی را در قسمت نصاب کتاب ها و نصاب های تعلیم شروع کرده بود که در شما دست باز دوست های ما در اینجا بود باز اونا ارتباط گرفتن از ما خواستن که اتید نروه را میخواه استخدام بکنه بلی. ما آمدیم برای امین نوشتن کتاب های درسی مکاتیب خواه. یک سال آمدیم در امینجا در قسمت نصاب تعلیمی باز از سال از همون سالم هم یگان درس جزئی داشتم من تو اصل ما در مو تدوین کتاب های درسی بود از سال بعدش که 1388 میشه باز به صورت جدی تر وارد پاندون شده ام. مو از کاتب درس و آموزش شده ملحب. یعنی استاد دایمی پاندون کاتب است بله دیگه از روز ما تا حالا استاد کاتب دیگه هم تدریس میکنه یگان درس ها جای دیگه هم داریم کم و استاد اصلا. 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 تا حال شده که از سبب زبان و یا قلم شما تهدید شده باشین یا رای زندان شده باشین نه نه ما در طول مدت که مشغول هم در افغانستان هم پاکستان ایران هیچ موقع با تهدید مواجه نشدم شاید کزلی ازلی شمی باشد که در مجموع مش ما و موضع ما موضع جدالی سا ما خیلی وارد از این تقابل و اعتزاد یا تنش های فکری و عملی نشدم با جیران ها و ها آنچه میخواستین در زندگی بهش رسیدین؟ ما سال پیش, 20 سال پیش که در زندگی آرزوهای بسیار زیاد است خصوصا در اول عمر انسان خیلی خیلی آرزوهای زیادی داره طبیعی که من مثل خیلی کسانی دیگر نتونستم به بخش از برسن برسم ولی در مجموع از زندگی راضی هستم به این طبع. معنی است که یک آرزوی بسیار کلانی داشتم در زمانی که در ایران بودم مشغول تحصیل بودم و در عالم مهاجرت آرزویم این بود که باید به وطن خود برگردم یعنی دم طول دوران تحصیل ما به می فکر بودم که باید دوباره برگنه. برگردم برگردم بله زمان این اواخر دوران تحصیل ما مصادف شد با آمدن طالبان در افغانستان مهم. و در زمان طالبان هم من تصمیم جدی داشتم که اگر تحصیلات ما در ایران به پایان برسه حتما به افغانستان برگردم با این که بسیاری کسان از افغانستان مهاجر میشدن شرایط بسیار سخت بود ولی ما واقعا تصمیم داشتم علاقه من به بودم که به افغانستان برگردم <applause> اینمی آرزوی ما برآورده شد بیرون اما زمانی که تاثیرات ما تکمیل شد آرزوی بزرگ زندگیتان چی بود استاد کلانترین آرزوی ما در واقع که آمدن در وطن بود خدمتی به مردم و وطن خود من بعدش؟ و بعد خدمت فعالیت در بخش های آموزشی و فرهنگی ها. از این جهت باز احساس رضایت میکنه عضویت کدام سیاسی هم داره؟ حزبی من همکاری های سیاسی داشتم ولی به اون صورت عضو حزب سیاسی نبودم که به صورت با, با کی همکاری ها ما حتی در زمان که در ایران بودم باور به با این بودم یعنی متقید بودم ام. که نسبت به سرنوشت وطن خود به تفاوت نباید باشد یعنی کس که علاقه منی به وطن خود نمیتونه نسبت به تحولات و مسائل و جیران ها به تفاوت باشد منتها تکسر و تعدد احزا و وطنش هایی که بین احضا بود و بعد تنگ نظری ها و محدودت هایی که هیز. بار می آوردن هیچ موقع علاقه به این نشدم که به صورت جدی وارد یکیز ولی به عنوان هواداران احزاب بودم در فعالیت ها هوادار کدام حزب و من حوادار حزب وحدت بودم این زمانی که وحدت تشکیل شد اما از رسمیش نبودیم بله بله از زمان من بودم هوادار بودم همسو بودم در فعالیت حضور داشتم و تا امروز هم به عنوان هواداران حزب هستم و همسو هستم با منجبه. از خانواده این استاد صاحب چند فرزند خانواده صاحب فی... سه فرزند هستم امه. آره ما اولادا به ثمر رسیدن اولادا تقریبا کلان شده یکیش سال دوم پانتون پا است که درس میخونه در رشته تیپ دومیشان سال تازه شروع کرده پانتون پا سال گذشته دوازدهم تمام کردن باز علاقه من به این بود که بره در یک جایی که زبانش هم متفاوت باشد با رو روان کردیم به این <متحدث> هم یک ماهش در رفته به <متحدث> برای تحصیل سومی مکتب میخونه که امسال سال, سال, سال سن فشتو میخواد شما گفتین در جریان صحبتاتون که از زندگی مرازی هستم چقدر یک شوهر خوب بودین چقدر یک پدر خوب بودین چقدر یک استاد خوب بودین که وجدانتان آرام بوده باشه و راضی بوده باشین واقعا در همه اموراتی که به عنوان یک مرد پیش میبرین ما در قسمت زندگی عمومی تا حدودی راضی هم. تا حدودی <متحدث> دیگر هم راضی به این معنا که سعی کردم که بین فعالیت درسی بین فعالیت های اجتماعی بین فعالیت های سیاسی یک نوع تعادلی را حفظ کنم هیچ موقعی نشده که یک از این فعالیت ها, ها کاملا ما را به خود به گونه محدود بسازه که نتونم در بخش های دیگر ما ارتباط برقرار کنم چی در دوران تحصیلی که بود در اونجا در کنار درس خواندن و کارهای تحقیقاتی ما در کارهای جمعی اجتماعی سیاسی حضور داشتم در حد خود گفتم که من چون یک روز خیلی فعال یک جریان سیاسی نبودم منه. که نقش خیلی کلان یا فعالیت کلانی ولی در حد یک مردم اوزی از مردم بخش از مردم در امو حد ما حضور داشتیم و همه فعالیت چند بخشی را یک نوع توازن بین بخش های کارهای فرهنگی آموزشی و اجتماعی سیاسی را هم حفظ کردم با اینکه مصرفیت رسمی من خوب کارهای تدریس و استاد اینا هستن بازم ما بخشی از وقت ما در کارهای سیاسی اجتماعی هم است مرحب. از این جهت احساس میکنم که حداقل متوسط حرکت کردم مرحب. اما در کارهای خانه وقتی کم گذاشتم و احساس میکنم که وقت لازم نگذاشتم و به من دلیل گای بگاهی خانواده و بچه‌ام اعتراض داره شکایت داره خصوصا مثلا این ایام ایام زمستانه که بیساری جا رخصتی است فصل رخصتی زمستان ما خیلی موقع ساعت 8 8 از خانه میبریم بعد شبام دیر به خانه میرسوم همیشه هم انتقاد داره که من رخصتی شما مشخصه نه وقت کاری شما اگر امروز بر شما مسئولیت وزارت تحصیلات عالی سپرده شما به عنوان وزیر قبول داریم البته خب آدم هیچ چیزا را زیاد چی نمیتونه ما هر جای باشه شرایطی باشد برای کار وقت نمادگی داریم یک از لایق ممیستن که در پست های اجرایی که بتونه امو آرزوهای خود را ایده های خود را و پیران های خود را به اجرا بگذاره علاقمند هستم اگر فرصتی مناسب البته. بتاید یعنی با روزه تحصیلات عالی اگر شما گماشه این پلان دارین برای یکی بهبود وضعیت تحصیلات عالی در افغانستان از اندیشه های خود یقینا ما بیش از هر بخش دیگر معلومات ما یا سرکار ما بیشتر بخش تحصیلات عالی برای. بوده آره ما زمانی که اینجا بودیم متوجه بودیم که چقدر کمبودی های در تحصیلات عالی افغانستان وجود داره و چقدر ما از اون پروسه تعلیم و تحصیلی که در کل دنیا وجود داره افغانستان ماله. پس مانده حالا خوب یک تلاش های نو شروع شده منتها تا به سمر بشینه همیشه ام، مثل ما و همسال ما ارزو رو داشتیم خواه. که کاش یک روز ما در یک پانتون دولتی رئیس می بودیم م. یا در وزارت می بودیم تلاش کردید نه نه منتظر دیگر بودن بر شما پیشنهاد بکنم من اولی که در بخش قسمت ها در پانتون های دولتی بخاطر اون مسائل سنی واجد شرایط نبودم برای از اینکه قسمت در افغانستان در گذشته یک روال بود یک قانون و مقرره بود امه. که کسانی که دوره لیسانس فارغ میکردن حدود سال مثلا 23 24 به سینو سال بودن سال 24 را اینا یا 25 را اینا سال استخدام تلقی میکردن تا سی را در نظر گرفته بودن و پسان حد اکثر تا 40 باد درجه دکترا اما حالا و... همه شرایط دارید ولی کم خوب شده ولی کم خوب شده اما تا من خودم او تو جدی تلاش نکردم منتها اگر پیشنهاد شما رد نمیکن <تصحیح> یک <بلیشن>. سال است استاد <تصحیح> سلامت uh, بسیار شکر از حضور جناب دکتر سید اکرم عارفی م... نویسنده و استاد پنتون که دعوت پذیرفتند مهمان ما شدن استاد چیز چیز چی uh, چیزی ما نگفتیم چیزی به ذهنتان میرسه کمری تلویزیون آرینا در خدمت شماست هر چی میخوای ببین این آزادانه دیگه. پیام داشته باشین به با مردم و توده های خاص چیزی میخواییم در شرایط در حوزه کاری خودم میگم بله. در افغانستان مشکلات بینهایت وجود داره و کمبودهای بینهایت وجود داره هر کس که در جایگاه خود در شغل خود به صنف خود اگر بتواند به صورت جدی وارد کار فعالیت شود نه هر کسی بخش خود باشه و نظر جای خود دیگر برد، برد. من تمام آرزو هست که یک استاد باید در شغل استادی خود باید با جدیت و امانت و انگیزه جدی وارد کار شود یک محصل در شغل محصلی خود یک اداره و کارمند اداره چی و کارمند درسی خودش لذا نلی. ما به افراد مثل مثال خود میگیم یو و یا آرزوی ما ایستن که ما باید در کنار آموزش و در کنار تعلیم باید به با تولید آثار هم بپردازیم <ادم> تولید فکر تولید فکر که ما هم در تحقیقات و تولید آثار و کتاب یک کار انجام بتیم آه هم در ارسه آموزش و باید یک انضباط و نظم جدید را که هم به می سمت حرکت کنه مم. یعنی اون مودیل تحصیل باید در افغانستان و مودیل رسیدن به درجات عالی و رسیدن به یک مدرک باید تغییر بکنه صرفا ابزار برای حضوری در ادارات نباشد بلکه ابزار برای رشد ها و فعالیت های فکری هم باشد بله بسیار تشکر جناب استاد خوش آمدید خیلی ممنون این بود برنامه خوشحال با چهره تا برنامه دیگری که من خوشحال آصفی با یک چهره های دیگر در خدمت شما عزیزا حاضر خواهم شد شما را به خداوند یکتا و بینیاز بسپارم تا درود بعد بدرود تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین